سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشین. امروز 19 مارچ سال 2022 و من اومدم بالاخره بعد از تقریبا 3 سال از آخرین سفر خارجی خودم خارج از استرالیا. همین امروز صبح رسیدم لندن، پایتخت انگلستان یا پایتخت بریتانیا. قراره که یه مدتی اینجا باشم، در یک سفر شاید یه مقداری اعلام نشده، و قراره که براتون کلی ویدیو بگیرم، پست بگیرم، کلی میخوام از جاهایی که امکانش هست براتون مطلب تهیه بکنم. خلاصه این میتونه اولین ویدئوی من از سفرم به قاره سرسبز اروپا باشه. قراره کلی کشور دیگه هم برم. گفتم که این ویدئو رو براتون بگیرم. من همین شاید نیم ساعت پیش رسیدم هتل و من گفتن که بعد تا ساعت 4 بعد از ظهر صبر کنم، واسه همین هیچ آیدیایی ندارم که کجا. فقط میدونم که تو قسمت شرقی لندنم. اینجا خیلی جای خوشگلیه، دلم نیومد که براتون فیلم نگیرم و توضیح ندم که میخوام کجا برم. اینا پشت منه که میبینید، شاید قسمت شرقی شهر لندن، خیلی زیباست. یعنی برای من که از استرالیا میام خیلی قشنگی، اصلا شهر تاریخ داره، هیستوری داره، خونه های قدیمی، هوا خیلی خوبه. ظاهرا 14-15 درجه است، یه مقداری سرده ولی آسمون آبیه، هیچ ابری نیست و همه میگن یکی از معدود، یعنی یکی از چیزایی که خیلی اتفاق نمیفته که هوا اینقدر خوب باشه روز شنبه. خدمت شما عرض کنم که داشتم میگفتم همین امروز رسیدم. جالب بود که کلن هیچ محدودیت کرونا هیچی نبود اصلا، نه دیگه واکسن چک میکنن، نه هیچی، یعنی قشنگ انگار همه چی نرمال. من یه مقداری به خاطر اینکه دلم نمیخواد کووید بگیرم چون قرار خیلی جاهای مختلف برم، همه جا سعی کردم که جاهای سرپوشیده ماسک حتما داشته باشم، ولی به هم میگن که، یعنی راننده تاکسی به هم میگفتش که اگه ماسک همه جا بزنی احتمالا تو میشی حالتی ایلین، چون دیگه خیلی مردم براشون مهم نیست. واسه سرسون درد نمیان، قراره که کلی ویدیو بگیرم، کلی پست بذارم و این چند وقتی که اینجا هستم رو قراره که با هم حسابی بگردیم تا اونجا که امکانش هست. شما هم میتونید با لایک کردن و کامنت گذاشتن و من بگین که چی دوست دارین راجع به انگلستان و لندن بدونین و منم تا اونجایی که امکانش هست برای چیزایی که شما میخواین هم میتونم سعی میکنم که پست تهیه بکنم و باهاتون به اشتراک بگذارم. خب حالا از امیدوارم که قیافه من خیلی خسته نشده باشین، چون قراره که خیلی قیافه من ببینید. یه مقداری از همین جایی که دارم واسه خودم میگردم و چرخ میزنم هم براتون میخوام فیلم بگیرم. خیلی 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 جاهای دوست داشتنیه. اصلا من هنوز که هنوز، یعنی با تاکسی که داشتم از فرودگاه میومدم، فرودگاه هتروف که توی قسمت تقریبا غربی شهر لندنه و دقیقه 40 دقیقه طول کشید تا ما اومدیم قسمت هتل، من همجور شهر لندن که داشتم میدیدم لذت میبردم از ساختموناش، بناهاش، تاریخ، کوچه پس کوچه ها. اصلا خلاصه خیلی یه حال فوق العاده ای بود. تا
اونجایی که امکانش هست دلم میخواد که همه اینا رو با شما به اشتراک بذارم. دوستان با من همراه باشین. خیلی ممنون. این ویدیو اولیه است از کوچه پس کوچه های لندن. کلی قراره فیلم بگیرم دیگه نگم براتون. لایک کنین، اشتراک بگذارین، کامنت بذارین، بگین چی دوست دارین راجع به لندن بدونین. من مطمئنا سعی میکنم که ویدیوها و پستای مربوط به همون سوالا و نظرات و خواستهای شما هم تهیه بکنم. خیلی ممنون. خب اینجا قسمت شرقی لندنه و چیزی که احساس میکنم با توجه به حالا ساختمونا و بناهایی که دارم میبینم جای نسبتا بدی نیست، به خصوص که خیلی نزدیکه به حالا اون بناهای معروف و تاریخی و مثل ساعت بیگ بنگ و اون بریج معروف لندنه. خیلی از اینجا دور نیست. منم به خاطر اینکه چند ساعتی دارم برای اینکه بتونم چک این بکنم، هوا هم که میبینید آسمون فوق‌العاده است دیگه، همه چیز دست دست هم دیگه داده که من بیام و یه ذره لندن رو بگردم. من عاشق این کوچه پس کوچه های باریکم که همینجوری که دارم میبینم توی لندن هم ظاهرم پره. خیلی قشنگه. من اصلا خیلی به هیجان اومدم از زیبایی و قشنگی لندن. وقتی با ملبورن مقایسه میکنم خیلی احساس میکنم چقدر اینجا هیستوری داره، چقدر اینجا تاریخ داره، چقدر قشنگ معلومه که قدمت داره این شهر لندن در مقایسه با مثلا ملبورن یا حالا شهرهای دیگه استرالیا. امروز شنبه است، هوا خیلی خوبه خدایش، یعنی الان فکر میکنم 14-15 درجه است. من انتظار نداشتم اینقدر هوا به قول معروف ملس و آخره زمستون باشه. راستی امروز شنبه فکر میکنم آخرین روز سال 1400 هجری شمسی است. از همینجا من یه سال بسیار فوق‌العاده پر از شادی، پر از خبرهای خوب برای همه شما عزیزان آرزو میکنم. انشالله که سال خیلی خوب و پربرکتی باشه. هنوز اول صبح، اگر خیلی جمعیت نیست به خاطر اینه که میگم من خیلی زود صبح، زود ساعت 7 صبح رسیدم و الان تقریبا ساعت 9:30 صبح. و حالا همینجور دارم برای خودم میگردم. دلم نمیاد این ویدیو رو قطع بکنم، چون همونجوری که دارید میبینید کلی خیابونای خوشگل و قشنگی که من همینجوری لذت میبرم از این که دارم پیاده روی میکنم. متاسفانه خیلی نمیتونم توضیحاتی بدم، چون اگر این تصاویر برای شما جدید هست، برای منم جدیده و منم فقط دارم لذت میبرم از این که این فرصت پیش آمد، اومدم به شهر لندن که این شهر رو از نزدیک تماشا بکنم. قراره که مدتی اینجا باشم، بیشتر سفر کاریه، به خاطر همین اگر جایی برم حتما سعی میکنم که برای شما ویدیو تهیه بکنم. سفر تفریحی به اون صورت نیست. اختلاف ساعت لندن با استرالیا تقریبا
11 ساعته، ولی ما وقتی که میریم به سمت فصل بهار یا فصل گرما توی نیمکره شمالی و فصل زمستون توی نیمکره جنوبی، این اختلاف ساعت یه مقداری بهتر میشه. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. من خیلی دارم لذت میبرم از این ساختمونا، از این بناها، از این کوچه پس کوچه های باریک. هوا هم واقعا چش نزنم فوق‌العاده زیباست. اون ساختمونی که دارید میبینین اونجا هم میرم حتما ویدیو تهیه میکنم براتون ببینم که چی هست. ولی لندن پر از اینجور ساختمان های قدیمی، ساختمان های سنگی قدیمی که من واقعا عاشقشم. یه مقداری بیشتر اینجا احساس خارج بودن میکنم واسه بخواین تا استرالیا، برای همین فکر کنم مقداری بیشتر از اون چیزی که باید به وجد اومدم از دیدن این معماری این شهر خوشگل. این هم تاکسی های معروف لندن، کوچه پس کوچه های باریک مرکز شهر. و خلاصه یه حال و هوای خیلی خوبی الان هست و سعی میکنم با این انرژی که توی صدام هست این حس رو به شما هم منتقل بکنم. خب اگر بخوام همینجوری ادامه بدم باید همینجوری برای شما فیلم بگیرم. برای همین شاید این ویدیو رو کوتاه بکنم و یه ویدیوی جدید دیگه براتون بگیرم، اما منتظر ویدیوها و پستای من باشین. قراره که خلاصه اشباع بشه صفحات اجتماعی من از تجربه سفر من به قاره اروپا، کشور بریتانیا و کشورهای دیگه که سورپرایزتون خواهم کرد و کجاها خواهم رفت.
خب امیدوارم که از این ویدئوی اول من لذت برده باشین. لطفاً همراه من باشین، ویدئوهای منو لایک بکنید، با عزیزانتون به اشتراک بگذارین. قراره که کلی برای شما از اروپا مطلب جمع بکنم. خیلی ممنونم از اینکه همراه من هستین. باز هم سال نو هجری شمسی رو به شما عزیزان تبریک میگم، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. تا ویدئوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.